کاربرگرامی، فیلمی که مشاهده خواهید کرد عملیات انجام شده توسط یک کاربر در نرم افزار آموزشی تعاملی است. در صورتی که نرم افزار آموزشی را از سایت دانلود کنید، خودتان می توانید همین مراحل را در نرم افزار آموزشی انجام دهید. آدرس سایت learningweb.com. با تشکر نرم افزارهای آموزشی انیاک. همانطور که می دانید، اسکیل سرور یک پایگاه داده رابطه ای است که می تواند دارای چندین نمونه باشد. هر نمونه می تواند شامل چندین پایگاه داده رابطه ای باشد و هر پایگاه داده می تواند حاوی چندین جدول باشد. هر جدول نیز می تواند یک رابطه منطقی با جدول های دیگر داشته باشد. هر جدول هم شامل صفر یا چندین رکورد است. با استفاده از نرم افزار SQL Server Management Studio می توانید به پایگاه داده های موجود در یک نمونه از SQL Server و اشیاء موجود در آن دسترسی داشته باشید. هر چیزی که داخل پایگاه داده است، مانند جدول، دید، ایندکس، روال های ذخیره شده و غیره، اشیاء پایگاه داده هستند. در این بخش می خواهیم به بررسی روش ایجاد پایگاه داده و جدول بپردازیم. برای آنکه مفهوم پایگاه داده، جدول و رکورد را بهتر متوجه شویم، به بررسی یک مثال عملی می‌پردازیم. در این مثال می‌خواهیم دو پایگاه داده به نام‌های انیاک و پی ای ایجاد کنیم که به ترتیب حاوی اطلاعات دو شرکت انیاک و پیروز الوان هستند. در پایگاه داده انیاک سه جدول به نام کتاب، مشتری و سفارش وجود دارد. در جدول کتاب چهار فیلد به نام‌های کد کتاب، نام کتاب، مقدار موجودی و قیمت وجود دارد. در جدول مشتری نیز چهار فیلد به نام‌های کد مشتری، نام مشتری، آدرس و تلفن وجود دارد. جدول سفارش نیز شامل فیلدهای کد مشتری، کد کتاب و تعداد است. همانطور که متوجه شده اید، یک رابطه منطقی بین جدول مشتری و جدول سفارش و یک رابطه منطقی بین جدول کتاب و سفارش وجود دارد. برای مثال با توجه به تصویر مشخص است که یک مشتری به نام نیما کتابی به نام هکرا به تعداد 5 عدد خریداری کرده است. مشخصات مشتری نیما در جدول مشتری و مشخصات کتاب هک در جدول کتاب وجود دارد. در ادامه این بخش می خواهیم دو پایگاه داده و سه جدول موجود در پایگاه داده انیاک را تعریف کنیم. برای اجرای برنامه SQL Server Management Studio روی دکمه Start کلیک کنید. روی گزینه SQL Server Management Studio کلیک کنید. مشاهده می کنید که اطلاعات مربوط به آخرین باری که به یک نمونه وصل شدیم به صورت خودکار وارد شده است. در فصل قبل با این پنجره آشنا شدید و روی دکمه Connect کلیک کنید. در ابتدا باید سرور یا نمونه مورد نظر را انتخاب کنیم. در اینجا فقط یک نمونه به نام نیما وجود دارد. با کلیک بر روی هر نمونه اطلاعات مربوط به آن نمونه در پنجره Object Explorer نمایش داده می شود. به یاد دارید که در فصل قبل روش اضافه کردن یک نمونه را بررسی کردیم. روی علامت به علاوه کنار گزینه Database واقع در پنجره Object Explorer کلیک کنید. برای ایجاد یک پایگاه داده جدید روی گزینه Databases راست کلیک کنید. روی گزینه نیو دیتابیس کلیک کنید. با کلیک بر روی گزینه آپشنز می توانید تنظیمات مختلفی را تغییر دهید. در ابتدا باید نام پایگاه داده را تعیین کنیم. عبارت انیاک را به عنوان نام پایگاه داده وارد کنید. در قسمت دیتابیس فایلز لیست فایل های مربوط به این پایگاه داده نمایش داده می شود. به صورت پیش‌فرض دو فایل ایجاد شده است. یک فایل مخصوص اطلاعات موجود در پایگاه داده که با پسوند MDF ذخیره می شود و یک فایل جهت ذخیره ثبت رویدادهای مختلف که با پسوند LDF ذخیره می گردد. با استفاده از دکمه Add و Remove که در پایین پنجره قرار دارند، می توانید فایل های جدیدی به پایگاه داده اضافه یا حذف کنید. در قسمت Initial Size اندازه اولیه فایل تعیین می شود. به صورت پیش فرض اندازه فایل داده ها برابر 3 مگابایت و اندازه فایل لوگ برابر 1 مگابایت است. در صورتی که فکر می‌کنید حجم اطلاعات شما زیاد است، می‌توانید مقدار اولیه این فایل را افزایش دهید. البته با قرار گرفتن اطلاعات در این فایل حجم آن افزایش خواهد یافت. برای دکمه اوکی کلیک کنید.
مشاهده می‌کنید که یک پایگاه داده به نام انیاک در پایین لیست دیتابیسز اضافه شده است. در صورتی که بعد از ایجاد پایگاه داده نام آن را مشاهده نکردید، روی گزینه دیتابیسز راست کلیک کرده و گزینه ریفرش را انتخاب نمایید. در ادامه به همین ترتیب یک پایگاه داده دیگر به نام PA تعریف می‌کنیم. مقادیر پیش‌فرض در زمان تعریف پایگاه داده از تنظیمات مربوط به پایگاه داده مدل واقع در قسمت سیستم دیتابیس خوانده می‌شود. برای تغییر این خصوصیات می‌توانید روی پایگاه داده مدل راست کلیک کرده و گزینه پراپرتیز را انتخاب نمایید. اکنون با تغییر خصوصیات پایگاه داده مدل، مقادیر پیش‌فرض جهت تعریف پایگاه داده نیز تغییر خواهد یافت. حال دو پایگاه داده به نام‌های PA و ENIAC تعریف شده است. به یاد دارید که در پایگاه داده ENIAC می‌خواهیم سه جدول ایجاد کنیم. پس قدم بعد از ایجاد پایگاه داده، ایجاد یک جدول در پایگاه داده است تا داده‌ها را در آن ذخیره کنیم. برای مشاهده جداول موجود در پایگاه داده ENIAC روی علامت به علاوه کنار گزینه ENIAC کلیک کنید. روی علامت به علاوه کنار گزینه Tables کلیک کنید. مشاهده می‌کنید که فقط جدول مربوط به سیستم در این قسمت وجود دارد. برای ایجاد یک جدول جدید روی گزینه Tables راست کلیک کنید. منوی فرعی نیو را باز کنید. روی گزینه Table کلیک کنید. در پایگاه داده رابطه‌ای داده‌ها در جدول ذخیره می‌شوند. هر جدول در پایگاه داده رابطه‌ای یک جدول 2x2 است که دارای سطر و ستون می‌باشد. هر ستون یک فیلد و هر سطر یک رکورد نامیده می‌شود. ستون‌ها یا فیلدها در این قسمت تعریف شده و در ردیف‌ها یا رکورد‌ها داده‌ها ذخیره می‌شوند. در ابتدا باید نام جدول را تعیین کنیم. نام جدول در پنجره خصوصیات یا پراپرتیز تعیین می‌گردد. در صورتی که پنجره خصوصیات را مشاهده نمی‌کنید، از منوی ویو گزینه پراپرتیز ویندو را انتخاب کنید. کلید میانبر این پنجره نیز F4 است. در صورتی که نام جدول را تعیین نکنید، بعد از تعریف جدول در زمان ذخیره‌سازی نام جدول از شما پرسیده می‌شود. روی گزینه نیم دابل کلیک کنید. عبارت بوک را وارد کنید. برای تعریف اولین فیلد این جدول در قسمت کالوم نیم کلیک کنید. اولین فیلد کد مشتری است که آن را می‌خواهیم آیدی نامگذاری کنیم. عبارت آیدی را وارد کنید. قدم بعد تعیین نوع داده‌ای است که در این فیلد وارد می‌شود. روی ستون مربوط به دیتا تایپ کلیک کنید. روی لیست بازشونده کلیک کنید. در این مثال کد هر کتاب یک عدد از 1 تا 1000 می‌تواند باشد. در جدول زیر محدوده تعریف چند نوع عدد را مشاهده می‌کنید. با توجه به جدول باید از نوع اسمال اینت استفاده کنیم. توجه کنید که هر نوع داده مقداری از فضای ذخیره‌سازی را اشغال می‌کند و هرچه فضای ذخیره شده کمتر باشد، حجم فایل جدول کمتر شده و عملیات‌هایی که می‌خواهید بر روی جدول انجام دهید سریع‌تر انجام می‌شود. بر روی گزینه اسمال اینت کلیک کنید. هر فیلد دارای یک مشخصه مهم دیگر نیز می باشد. به صورت پیش فرض هر فیلدی که تعریف می شود می تواند در زمان مقداردهی برابر 0 نیز باشد. یعنی هیچ داده‌ای در آن وارد نشود. در این مثال در صورتی که رکوردی بخواهد وارد گردد باید حتما کد کتاب در آن وارد شود. پس خصوصیت allow nulls باید برابر 9 باشد. روی جعبه چک allow nulls کلیک کنید. فیلد بعدی که می خواهیم تعریف کنیم نام کتاب است. در قسمت column name کلیک کنید. عبارت نیم را وارد کنید. برای ستون مربوط به دیتا تایپ کلیک کنید. نوع کر n به تعدادی که توسط n تعیین می شود کاراکتر قبول می کند. عدد n می تواند بین 1 تا 8000 باشد. برای مثال با انتخاب نوع کر 3 فقط 3 کاراکتر می توانند در فیلد قرار بگیرند. میزان مصرف فضای این نوع وابسته به تعداد کاراکترهای آن است. هر کاراکتر 1 بایت اشغال می کند. در این مثال نام کتاب یک عبارت به زبان فارسی است، پس باید از نوع داده‌ای استفاده کنیم که بتواند یونیکد را نیز پشتیبانی کند. نوع n-char-n کاراکترهای یونیکد را قبول می‌کند. میزان مصرف این نوع داده 2 بایت به ازای هر کاراکتر است. عدد n می‌تواند بین 1 تا 4000 تعیین شود. برای ذخیره‌سازی رشته دو نوع دیگر به نام‌های var-char-n و end-var-char-n نیز وجود دارد. از این دو نوع زمانی استفاده می شود که میزان فضایی که داده ها اشغال می کنند بسیار متغیر است.
به جای اند می توانید از عبارت ماکس استفاده کنید تا حداکثر فضای امکان پذیر در اختیار باشد. در این مثال می خواهیم یک فضای ثابت با طول 20 کاراکتر داشته باشیم. پس باید از نوع انکر20 استفاده کنیم. در ادامه عدد 10 را به 20 تغییر می دهیم. مشاهده می کنید که در قسمت لنت عدد 20 نوشته شده است. در این قسمت نیز می توانید طول فیلتر را تغییر دهید. این جدول دارای یک فیلد دیگر به نام تعداد نیز است. برای تعریف این فیلد روی قسمت نام ستون کلیک کنید. عبارت QTY را تایپ کنید. برای ستون مربوط به دیتا تایپ کلیک کنید. روی لیست بازشونده کلیک کنید. در فیلد تعداد یا QTY یک عدد وارد می شود. این عدد بین 0 تا 10,000 است. بنابراین نوع اسمال اینت را باید انتخاب کنیم. برای گزینه اسمال اینت کلیک کنید. این فیلد نیز نمی تواند خالی باشد. روی جعبه چک allowNulls کلیک کنید. تا اینجا فیلدهای لازم را تعریف کردیم. بر روی دکمه سیف کلیک کنید. مشاهده می کنید که جدول بوک در قسمت جدولهای پایگاه داده نیاک تعریف شده است. روی دکمه کلوز کلیک کنید. در ادامه به همین ترتیب دو جدول اوردر و کاسومر را تعریف می‌کنیم. مشخصات فیلدهای این دو جدول به صورت زیر است. بعد از تعریف جدول می‌توانید فیلدهای جدول را تغییر دهید. برای مثال روی جدول اوردر راست کلیک کنید. در این منو با انتخاب گزینه دیزاین می‌توانید فیلدهای جدول را تغییر دهید. با انتخاب گزینه ادیت تاپ 200 روز 200 ردیف اول جدول را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه رینیم می توانید نام جدول را تغییر دهید و با استفاده از گزینه دیلیت جدول را حذف کنید. با کلیک بر روی گزینه سلکت تاپ 1000 روز دستور سلکت برای مشاهده 1000 ردیف اول نمایش داده می شود. این دستور را در بخش های بعدی بررسی خواهیم کرد. بر روی گزینه دیزاین کلیک کنید. اکنون می توانید تعریف فیلدهای جدول را تغییر دهید. تمامی اطلاعات مربوط به سفارشات، مشتریان و کتاب‌ها در این سه جدول ذخیره می شود. در صورتی که بخواهیم تمامی اطلاعات را در یک جدول ذخیره کنیم، افزونگی داده‌ها بسیار زیاد می شود. برای مثال فرض کنید که در یک رکورد باید اطلاعات مشتری، تعداد سفارش و اطلاعات کتاب وارد شود. در یک رکورد دیگر دوباره باید اطلاعات همان مشتری، میزان سفارش و اطلاعات کتاب دیگر وارد شود. به این ترتیب در دو رکورد دوبار باید مشخصات مشتری وارد شود. پایگاه داده رابطه‌ای توسط رابطه‌ای که بین جداول تعیین می‌شود معنی می‌گیرد. این رابطه کمک می‌کند تا از افزونگی داده‌ها و تکراری شدن آنها جلوگیری شود. برای تعریف رابطه از کلیدهای اصلی و خارجی استفاده می‌کنیم. یک کلید اصلی یک شاخص یکتا است که یک ردیف را مشخص می‌کند. برای مثال کد کتاب در جدول کتاب یک کلید اصلی می‌تواند باشد. هر کتاب دارای یک کد است که کتاب‌های دیگر دارای آن کد نیستند. در بعضی از حالات ممکن است که یک جدول دارای دو کلید اصلی نیز باشد. پس در این مثال دو فیلد کد کتاب از جدول کتاب و فیلد کد مشتری از جدول مشتری کلید اصلی هستند. در این مثال یک رابطه بین فیلد کد کتاب از جدول کتاب با فیلد کد کتاب در جدول سفارش نیز وجود دارد. فیلد کد کتاب در جدول سفارش یک کلید خارجی است. پس یک فیلد که در یک جدول کلید خارجی است در یک جدول دیگر یک کلید اصلی می باشد. در ادامه روش تعیین کلید اصلی و رابطه را بررسی می کنیم. در اولین قدم فیلد کد کتاب در جدول کتاب را می خواهیم به عنوان کلید اصلی تعریف کنیم. روی جدول بوک راست کلیک کنید. روی گزینه دیزاین کلیک کنید. روی فیلد آیدی راست کلیک کنید. با استفاده از دو گزینه اینسرت کالوم و دیلیت کالوم به ترتیب می توانید یک فیلد جدید اضافه و فیلدی که بر روی آن راست کلیک کردید را حذف نمایید. روی گزینه ست پرایمری کی کلیک کنید. مشاهده می کنید که یک علامت کلید در سمت چپ فیلد ظاهر شده است.
به این ترتیب فیلد آیدی به عنوان یک فیلد کلید اصلی تعیین شده است. در زمان تعریف جدول نیز می توانید این فیلد را به عنوان کلید اصلی تعریف نمایید. روی دکمه سیو کلیک کنید. بر روی دکمه کلوز کلیک کنید. به همین ترتیب فیلد آیدی جدول کاستومر را نیز به عنوان یک کلید اصلی تعریف کرده ایم. حال نوبت به تعریف رابطه بین فیلدها رسیده است. در هر محلی واقع در قسمت تعریف فیلدها راست کلیک کنید. بر روی گزینه ریلیشنشیپس کلیک کنید. بر روی دکمه اد کلیک کنید. در قسمت تیبلز اند کالومز اسپسیفیکیشن کلیک کنید. بر روی دکمه مشخص شده کلیک کنید. در ابتدا می خواهیم رابطه جدول سفارش با جدول کتاب را تعریف کنیم. در ادامه عبارت FK Order Book را به عنوان نام این رابطه وارد می کنیم. در قسمت Primary Key Table باید نام جدول و نام فیلدی که دارای کلید اصلی می باشد را تعیین کنیم. روی لیست بازشونده کلیک کنید. روی گزینه بوک کلیک کنید. در قسمت فیلدهای این جدول کلیک کنید. روی لیست بازشونده فیلدها کلیک کنید. روی گزینه آیدی کلیک کنید. حال باید کلید خارجی را تعیین کنیم. روی قسمت فیلدهای جدول اوردر کلیک کنید. بر روی لیست بازشونده فیلدها کلیک کنید. روی گزینه بی آیدی کلیک کنید. روی دکمه اوکی کلیک کنید. به همین ترتیب نیز یک رابطه بین فیلد آیدی جدول کاستومر و فیلد سی آیدی جدول اوردر ایجاد می‌کنیم. حال دو رابطه در این جدول تعریف شده است. بر روی دکمه کلوز کلیک کنید. بر روی دکمه سیف کلیک کنید. برای ذخیره تغییرات انجام شده روی دکمه یس کلیک کنید. در یک پایگاه داده برای درستی، دقت و سازگاری داده یعنی جامعیت داده یا دیتا اینتگریتی می توانید یک یا چند قانون تعیین نمایید. در اسکیو سرور 5 روش برای ایجاد جامعیت داده وجود دارد. جامعیت داده را در فصل 9 بیشتر بررسی می کنیم. 0 زمانی که این محدودیت اعمال شود، یک فیلد حتما باید حاوی داده باشد. چک توسط این محدودیت می توانید تعیین کنید که مقدار یک فیلد معتبر است یا خیر. برای مثال ممکن است که بخواهید سن کارمندان یک شرکت بین 18 تا 60 باشد. یونیک توسط این قید تعیین می‌کنیم که مقدار این فیلد در هیچ کدام از فیلدهای دیگر در یک ستون قابل تکرار نیست. پرایمری کی این محدودیت باعث می‌شود تا مقدار این فیلد در فیلدهای دیگر تکرار نشود. برای مثال کتابی با کد 1 دیگر نباید در هیچ کدام از ردیف‌ها تکرار شود. فارین کی یا کلید خارجی این قید به یک مقدار یکتا در یک جدول دیگر در همان پایگاه داده اشاره دارد، مانند فیلد کد کتاب یا کد مشتری در جدول سفارش. همیشه سعی کنید که قواعد جامعیت داده را در زمان طراحی جدول تعیین کنید. اگر این قواعد را بخواهید بعد از ورود داده در جدول تعیین کنید، ممکن است که نیاز به حذف مقداری از داده ها داشته باشید که کار زمانگیری است. می‌خواهیم با استفاده از چک یک محدودیت برای جدول سفارش ایجاد کنیم تا هیچ مشتری نتواند در یک سفارش بیش از 100 کتاب را سفارش دهد. برای این کار روی فیلد QTY راست کلیک کنید. روی گزینه چک کانسترینتس کلیک کنید. بر روی دکمه اد کلیک کنید. در جعبه متن اکسپرشن باید عبارت مورد نظر خود را وارد نماییم. در جعبه متن اکسپرشن کلیک کنید. عبارت QTY کوچکتر و مساوی 100 را وارد نمایید. در این قسمت می توانید از اپراتورهای شرطی نظیر اند، اور و نات استفاده نمایید. به صورت پیش‌فرض نام این محدودیت عبارت CK order است که می توانید آن را تغییر دهید. به همین ترتیب می توانید محدودیت‌های دیگری نیز برای داده‌ها تعیین نمایید. برای دکمه کلوز کلیک کنید. برای دکمه کلوز کلیک کنید. برای ذخیره تغییرات انجام شده روی دکمه یس کلیک کنید. زمانی که برای یک فیلد راست کلیک می‌کنید، در منوی ظاهر شده یک گزینه به نام ایندکس وجود دارد. اگر یک فیلد را به عنوان یک ایندکس تعریف کنید، باعث می شود که داده های مربوط به آن سریع تر دریافت شود.
یک ایندکس می تواند بر اساس یک یا چند فیلد باشد، ولی توجه کنید که طول فیلد هایی که می خواهید بر اساس آنها ایندکس ایجاد کنید نباید بیشتر از 900 بایت بشود. در این مثال بهتر است که فیلد های کد کتاب و کد مشتری را در هر سه جدول به صورت ایندکس تعریف نمایید. در انتهای این بخش می خواهیم چند داده در جدول اضافه کنیم. روی جدول بوک راست کلیک کنید. در این قسمت در صورتی که روی گزینه View Dependencies کلیک کنید، می توانید لیست جدول یا جدول هایی که به جدول بوک وابسته هستند را مشاهده کنید. در این مثال جدول اوردر به جدول بوک وابسته است. برای افزودن داده به جدول بوک روی گزینه Edit Top 200 Rows کلیک کنید. اکنون می توانید مقادیر لازم را در رکورد وارد نمایید. برای مثال در قسمت ID کلیک کنید. عدد 1 را تایپ کنید. دکمه تب صفحه کلید را فشار دهید یا روی فیلد نیم کلیک کنید. اکنون عبارت شبکه را وارد کرده ایم. دکمه تب صفحه کلید را فشار دهید یا روی فیلد QTY کلیک کنید. عدد 3000 را تایپ کنید. علامت های قرمز نشان دهنده این است که هنوز اطلاعات در جدول ذخیره نشده است. دکمه انتر صفحه کلید را فشار دهید. با این کار یک رکورد به جدول بوک اضافه شده است. در اینجا یک رکورد دیگر وارد کرده ایم. توجه کنید که کد کتاب در رکورد دوم با کد کتاب در رکورد اول برابر است و این شرط خلاف شرط کلید اصلی برای فیلد آیدی می باشد. برای مشاهده آنچه رخ می دهد کلید انتر صفحه کلید را فشار دهید. مشاهده می کنید که خطا رخ داده است و رکورد در جدول ذخیره نمی شود. مسابقه این خطا محدودیت موجود در یک کلید اصلی به نام پیکی بوک باعث شده تا این رکورد نتواند در جدول ذخیره شود. برای دکمه اوکی کلیک کنید. کلید اسکیپ صفحه کلید را دوبار فشار دهید. روی جدول اوردرز راست کلیک کنید. روی گزینه ادیت تاپ 200 روز کلیک کنید. برای فیلد سی آی دی کلیک کنید. عدد 1 را وارد کنید. روی فیلد بی آی دی کلیک کنید یا کلید تب صفحه کلید را فشار دهید. عدد 1 را وارد کنید. روی فیلد کیو تی وای کلیک کنید یا کلید تب صفحه کلید را فشار دهید. عدد 200 را وارد کنید. دکمه انتر صفحه کلید را فشار دهید. با این کار یک خطا روی داده است. در این خطا بیان شده که مقدار فیلد QTY معتبر نیست، زیرا قاعده جامعیت داده به نام CK Order برقرار نمی باشد. بیاد دارید که طبق این قاعده هیچ سفارشی نمی تواند بیش از 100 باشد. برای دکمه OK کلیک کنید. عدد 2 را وارد کنید. دکمه انتر صفحه کلید را فشار دهید. مشاهده می کنید که دوباره یک خطا نمایش داده شده است. توسط این خطا بیان شده که توسط قاعده جامعیت داده به نام FK Order Customer شرایط کلید خارجی مهیا نیست. در ادامه نیز بیان شده است که این خطا در پایگاه داده انیاک جدول کاستومر فیلد آیدی رخ داده است. همانطور که به یاد دارید یک رابطه بین جدول سفارش و جدول مشتری ایجاد کردیم. در این رکورد تعیین شده است که یک مشتری با کد شماره 1 سفارش را انجام داده. ولی همانطور که می دانید در جدول مشتری هنوز داده ای وارد نشده است و چنین مشتری وجود ندارد. مشاهده کردید که با استفاده از قواعد جامعیت داده توانستیم محدودیت هایی در ورود داده ها ایجاد کنیم تا درستی، دقت و سازگاری در اطلاعات پایگاه داده حفظ شود. در صورتی که این رکوردها را با استفاده از یک نرم افزار که مثلا به زبان ویژوال بیسیک نوشته ایم می‌خواستیم وارد کنیم، با استفاده از دستور اینسرت که در بخش‌های بعدی بررسی می‌شود، امکان درج رکورد وجود نداشته و خطا رخ می‌دهد. پس در برنامه خود باید حتماً این خطاها را بررسی کنید و پیغامی مناسب به کاربر نمایش دهید. با استفاده از شاخه دیتابیس دایاگرام می‌توانید چندین نمودار پایگاه داده ایجاد نمایید. توسط این نمودارها رابطه بین جداول بیشتر مشخص می شود. روی شاخه دیتابیس دایاگرام راست کلیک کنید. روی گزینه نیو دیتابیس دایاگرام کلیک کنید.
روی دکمه Yes کلیک کنید. اکنون لیست جدول‌های موجود در این پایگاه داده نمایش داده شده است. می‌خواهیم سه جدول بوک، کاستومر و اوردرز را به این جدول اضافه کنیم. اکنون جدول بوک انتخاب شده است. برای دکمه اد کلیک کنید. جدول بوک به نمودار اضافه شده است. روی جدول کاستومر دابل کلیک کنید. برای جدول اوردرز دابل کلیک کنید. برای دکمه کلوز کلیک کنید. برای دکمه کلوز کلیک کنید. مشاهده می کنید که رابطه سه جدول به صورت خودکار نمایش داده شده است. با راست کلیک بر روی نمودار و انتخاب گزینه نیو تکست انوتیشن می توانید توضیحاتی را به صورت متن بر روی نمودار بنویسید. با استفاده از این نمودار ساختار پایگاه داده و رابطه بین جدول های آن بسیار واضح می شود. به همین ترتیب می توانید چندین نمودار رسم کنید و رابطه بین آنها را نمایش دهید. با راست کلیک بر روی نمودار و انتخاب گزینه Add Table می توانید یک جدول دیگر به این نمودار اضافه کنید. با کلیک بر روی هر جدول و فشردن کلید Delete نیز یک جدول را می توانید از نمودار حذف کنید. کاربر گرامی، شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید. برای برگشت فهرست این بخش روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.